سلام، امیدوار هستم که سلامت باشیم. امشب چند داستان ترسناک برایتان بازگو خواهم کرد. داستان ترسناک اول. با صدای چند ضربه در شیشه از خواب خودم خیزدم. اول خوب فکر کردم صدا از پنجره می آید، تا یکی صدا را از آینه شنیده. همسرم دین شب مرا از خواب بیدار کرد که در این بگه که یک دزد وارد خانه شده. حقیقتی بود که 2 سال پیش یک دزد وارد خانه ما شد و همسرم را کشته بود. با آواز بسیمی که در اتاق طفلک ما هست خستم و شنیدم که همسرم برایش لالایی میخوانه. بروی تخت ای طرف و آن طرف شدم که دستم به همسرم خورد که کنارم خوابیده بود. من همیشه فکر میکردم که پشک ما یک مشکلی داره، از این خاطر که همیشه دایم ظلم میزنه. تا یکی یک بار که دقت کردم متوجه شدم که همیشه در پشت سر من ظلم میزنه. هیچ چیز مثل خنده یک طفل زیبا نیست، مگر اینکه در یک شب باشه و در خانه تنها باشه. طفلک من بغل کردم و روی تختش خواباندم که دایم گفت پدر زیر تخت یک سیل بکن، به نظرم که چیزی است. خب من برای که آرامش کنم زیر تخت سیل کردم. زیر تخت طفلکم دیدم که دایم گفت پدر به نظرم یک چیزی روی تخت است. من میترسم. یک عکس از خودم که روی تخت خوابستم داخل گوشیم پیدا کردم. جالب اینجاست که ما تنها زندگی میکنم. یک دختره که صدای مادرش را شنید که از طبقه پایین فریاد میزد و صدایش میکرد، برای همین بلند شد که به طبقه پایین برود. وقتی که به پله ها رسید مادرش به داخل اتاق کشید و گفت منم شنیدم، نرم. آخرین چیزی که سیل کردم ساعت روی میز بود که 12:07 را نشان میداد و این زمانی بود که یک زن ناخونهای بلند و پوسیدهش را داخل سینه هم فرو کرد و با دستان دیگرش جلوی دهنم را گرفته بود که صدایم در نیاید. یک دفعه از خواب خستم و روی تختم نشستم و خیالم راحت شد که خواب میدیدم، که یک دفعه چشمم به ساعت روی میز افتاد. ساعت 12:06 بود. در کمد دیواری با صدای آرام باز شد. امیدوار هستم که از این داستان ها خوشتان آمده باشد. به نظر شما کدام یکی از این داستان ها واقعی بود؟ اگر از این سبک ویدیو خوشتان آمد در کامنت ها برای ما اعلام کنید.